28مین روز تیر ماه برابر با 19 ژوئیه، سال 1221 خورشیدی برابر با 1842 میلادی، شکست چین در جریان جنگ با انگلستان موسوم به جنگ تریاک. در آستانه قرن 19 میلادی، در حالی که 3 قرن از تماس و تجارت پرتغالی ها با چین میگذشت، چندین کشور اروپایی دیگر نیز به تجارت با چین مشغول بودند که مهمترین آنها انگلستان بود. در نیمه اول این قرن، انگلیسی ها با تسلط کامل بر هندوستان و انحصاراً بازار چین، قدرت مسلط آسیا شدند. از جمله کالاهایی که انگلیسی ها به چین وارد می کردند، تریاک بود. افزایش مصرف تریاک و شمار معتادان چینی کم کم دولت چین را به واکنش واداشت و در نهایت واردات و فروش این ماده مخدر را ممنوع کرد. اما انگلیسی ها به قاچاق این ماده ادامه دادند. در این میان دولت انگلیسی به بهانه ضبط و مصادره تریاک های متعلق به بازرگانان انگلیسی، جنگی به راه انداخت که به جنگ تریاک معروف شد و با شکست چین به پایان رسید. سال 1272 خورشیدی برابر با 1893 میلادی، زادروز ولادیمیر مایاکوفسکی، شاعر و ادیب روس. ولادیمیر مایاکوفسکی که یکی از استادان سبک فوتوریسم به شمار می آید، در هنگام خیزش های انقلابی در روسیه رشد یافت و پس از انقلاب بلشویکی روسیه و در دوران حکومت شوروی یکی از نام‌آورترین شاعران عصر خود گردید. این شاعر فوتوریست انقلابی روسی از سن 14 سالگی به عضویت حزب بلشویک درآمد و سالهای قبل از انقلاب فعالیت هنری و سیاسی خود را آغاز نمود. وی در شعر روسی وزن، الفاظ، عبارات، تمثیل‌ها و استعارات تازه و بدی پدید آورد. او با دنبال نمودن سبک آینده‌گرایانه آثار خود را خلق می‌نمود، ولی به همه اصول این سبک پایبند نبود و روش خاص خود را دنبال می‌کرد. سال 1387 خورشیدی برابر با 2008 میلادی، در گذشت خسرو شکیبایی، بازیگر سینما و تلویزیون. خسرو شکیبایی که در خیابان مولوی تهران دیده به جهان گشود، پدرش سرگرد ارتش بود و هرچند در شناسنامه خسرو نامیده شد، اما خانواده و نزدیکانش او را محمود صدا می کردند. او قبل از اینکه وارد عرصه تئاتر شود، در حرفه هایی چون خیاطی و کانارسازی و آسانسورسازی کار می کرد. در 19 سالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفت و بعد از مدتی به عباس جوانمرد معرفی و به صورت کاملا حرفه‌ای بازیگر تئاتر شد. وی فارغ التحصیل بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و فعالیت هنری خود را با بازیگری تئاتر آغاز کرد و 5 سال بعد وارد حرفه دوبلوری شد. خسرو فعالیت حرفه‌ای در عرصه سینما را با بازی در فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی آغاز کرد و پس از آن در نزدیک به 40 فیلم سینمایی بازی کرد. بازی در نقش حمید هامون در فیلم هامون ساخته داریوش مهرجویی یکی از ماندگارترین نقش‌هایی است که ایفا کرده است. خسرو شکیبایی در ساعت 4 صبح در سن 64 سالگی در اثر بیماری عارضه قلبی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا دفن شد.